درود به همه شما همراهان مشتی و با مرام کانال. اوستام مینوفنم و برگشتم با یه عالم خبر. پس امیدوارم تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خبره رو شروع کنیم با یه جلسه شعرخوانی بی‌نظیر در بیت آقا. من یک زنم، آزادیم را دوست دارم، ایرانیم، آبادیم را دوست دارم. این بیتش رو حذف کرده بودم حالا چون آقای جهاندار نوبتش ندادن. در سایه مردان دلگرمم به فردا، من همسر مردادیم را دوست دارم. هر جایی نمیخوندم این بیت. من یک زنم، آزادیم را دوست دارم، ایرانیم، آبادیم را دوست دارم. هم مادر و مادر بزرگم خانه دارند، این شغل مادرزادیم را دوست دارم. من فاتیم، من رهبرم را دوست دارم، دست چلاق سرورم را دوست دارم. مادر بزرگ و مادرم فاطمه کماندو، شغل شریف هر دوشان را دوست دارم. کارم شده گیر سپیچ بدحجابی، این حالت زجرآورم را دوست دارم. گفتی برو ارشاد کن، ارشاد گشتم، این گونه های پرپرم را دوست دارم. مشت و لگد می آمد و من مانده بودم، اول یا سرم را دوست دارم. در شهر آزادی شعار این و آن است، هم اینور و هم آنورم را دوست دارم. آفرین، طیبان نواز، خیلی خوب، خیلی خوب. اونقدر این فاتی کاماندو زیبا و شیوا کرسی شعر خوند که حیفمون اومد شما هم نبینین. بعدش نویسنده ما هم طبع شعرش گل کرد و در جواب شعر رو ورین ساندیسی چند بیتی سروده. دوست دارم. آفرین. ما لحظه جر خوردنت را دوست داریم، در محکمه آوردنت را دوست داریم. بنیانتان با دست مردم خاک گردد، اعلام حکم و مردنت را دوست داریم. شغل شما کودک کشی و ناشریفی است، سوی جهنم رفتنت را دوست داریم. هشتگ میم بده. طیبان نواز، خیلی خوب، خیلی خوب. اتفاق باور نکردنی در مسابقات فوتسال جام رمضان. اینطور که خبر رسیده به مناسبت ماه رمضان تو بابل مسابقات فوتسال برگزار شده. تا اینجای خبر خب عادیه، ولی اوج داستان اینه که تو ورزشگاه به تیم قهرمان گاو و به تیم دوم گوسفند اهدا کردن. یعنی گاو و گوسفند صاف آوردن تو سالن ورزشی، دادن دست ورزشکارا. شک نکنین اینا کفگیر به ته دیگشون بخوره، دفعه دیگه به نفرات اول تا سوم چند تا جوجه اردک میدن، میگن برید بزرگشون کنین، هم سرتون گرم میشه هم بعدن براتون تخم میذارن. هشتگ هرچی خاکه با بیل تو سرتون. عدم توانایی حکومت برای قطع همه فیلتر شکنها. در حاشیه کندی سرعت اینترنت و فیلترینگ در ایران که صدای مردم رو در آورده و خیلی از کسب و کارهای متکی به اینترنت رو دچار مشکل کرده، عیسی زارپور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که اگه تصمیم گیری درباره رفع فیلتر تلگرام، واتساپ و اینستاگرام به اون سپرده شود، آیا موافق رفع فیلتر هست یا نه؟ ایشون با کمال پررویی گفته نه، موافق نیستم. این وزیر درباره رفع فیلتر گفت که تصمیم گیری در این باره در حوزه کاری اون نیست. بنده خدا راست میگه دیگه، اینترنت و مخابرات و کلن هر چیزی که به ارتباطات مربوط میشه اصلا به خدا بیامرز عمه بابای من ربط داره. واقعا دلخورم میکنین اگه فکر کنین این یارو وزیره و برای همین مسئولیت حقوق نجومی هم میگیره.
زارپور در پاسخ به سوال یه سری احمق زوب در ولایت که گفتن چرا وزارت ارتباطات همه فیلتر شکنه رو نمیبنده هم گفت اگه این کار انجام بشه در اینترنت کشور اختلال به وجود میاد. خب خدا رو شکر چون خودشون و اطرافیانشون به اینترنت آزاد نیاز دارن نمیتونن کلن جلوی فیلتر شکنه رو بگیرن. پس فعلا کجدار و مریض با همین سرعت لاک‌پشتی اینترنت و فیلترینگ سر کنین تا ایشالله سر قبر همشون با نت پرسرعت موزیک جلال همتی پخش کنیم و برقصیم. وای وای از طرف این نماینده عراق گفته فروشندگان فیلتر شکنها درآمدهای سرسام آور دارن. صبح بخیر حاج آقا، تو هم شنبه خبردار شدی؟ یه ملت میدونن پسر انگلزاده ی انسیه خزعلی و تعدادی از خودیا به ملت فیلتر شکن میفروشن. جالب این نماینده به شناسایی کاسب‌های فیلترینگ و فروشندگان اصلی فیلتر شکنها در ایران تاکید کرده. همینطور در گفتگو با سایت خبری منیبان از فیلترینگ اینترنت در ایران انتقاد کرده و گفته با فیلتر کردن مشکل حل نمیشه. اگه فیلتر کنیم پولش به جیب فروشندگان فیلتر شکن میره. خدایی شما هم اول فکر کردین این یارو به خاطر مردم مخالف فیلترینگه؟ نه خیر. ایشون شاکیه چرا از این سفره میلیون دلاری فروش فیلتر شکن که پهن شده سهم نداره. و در حالی که قشنگ ملت و مثل خودش احمق فرض کرده گفته که هیچ کس در مورد فروشندگان فیلتر شکنها و درآمد اونا اطلاعاتی نداره. نمیشه که از طرفی دولت فیلتر کنه و از طرف دیگه فیلتر شکن وجود داشته باشه. باشه تو خوبی عباس آقا، ما که میدونیم شماها از سیر تا پیاز مافیای فروش فیلتر شکن خبر داری، ولی جهت اطلاعت بازم اسم سردسته این مافیا رو تکرار میکنیم، خواهران خزعلی. حالا این اسامی رو 300 بار تکرار کن تا دهنت عادت کنه به اسم کسایی که از محدودیت مردم درآمد نجومی دارن. به همومم برو، خیلی چرکی، هم ظاهری هم باطنی. هشتگ مرد شور همتونو ببرن. دفتر امام جمعه قشم رفت رو هوا. یه خبر تمچین جیگرحال بیام بگیم. یادتونه ویدیوی وایرال شد که نشون میداد غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم در یه اقدام خودسرانه و غیر قانونی راه افتاده بود دم مغازه‌های مردم تو بازار و پاساژهای قشم، با ژست دیکتاتوری و خیلی پررو و قرنیه مشکی شخصا دستور پلم فوری مغازه‌هایی که مشتری یا فروشنده بی حجاب داشتن رو صادر کرده. این اقدام آخوند آتیش به اختیار باعث واکنش های گسترده‌ای حتی بین مسئولین حکومت و موجب خشم و عصبانیت مردم قشم شد. تا جایی که شبانه دفترش آتیش زدن، ایشالله نوبت خودشم میرسه. هشتگ تا چشش دراد. چهار شنبه های سفیدی که تبدیل به شنبه های قهوه‌ای رادان شد. ویدیویی با نمک داریم از یه شهروند که خطاب به احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی ارسال کرده. بریم با هم ببینیم. احمد رادان، احمد رادان، اون پیک آخریون بود که زنی زرو زدی گفتی نمیدونم هر کی بیاد دوربینو میگیره، این بلاو سرمون آورد. ببین دیگه نه خواهرم، نه خواهر خانومم، نه خانومم، هیچ کدوم چادر سرشون نمی کنن، روسری هم دیگه برداشتن، خاک عالم تو سرت با او زرت. خب دیدین چی شد؟ احمد رادان که می گفت از شنبه با بیهجابی جدی برخورد می کنیم، با مقاومت مدنی ملت کلن قهوه‌ای شد رفت پی کارش. یعنی شنبه مردم ایران زن و مرد سیلی از عکس و ویدیو با پوشش اختیاری وایرال کردن.
بریم یه عالم زیبایی ببینیم از بچه های شجاع وطن که همون شنبه موعود سراسر ایرانو اینطوری قشنگ کردن. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap. میشه این صحنه ها رو میبینه. هشتگ ما پیروزیم. بازی شروع شد. بالاخره بعد از چندین ماه استندبای شدن اعتراضات سراسری 1401 در یه اقدام فراگیر و هماهنگ، کارگرای شاغل در پروژه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صنایع فولادی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. سلام دوستان، امروز 2/2402 نیروهای پیمانکاری دهقان، شرکت ماشینسازی ویژه سیرجان به کمپین سراسری پیوستن. فهرست واحدهای وابسته به صنعت نفت و گاز که به اعتصابات سراسری ملحق شدن از این قراره: شرکت پتروشیمی زیما عسلویه، نیروهای آی جی سی دشت عباس، کارگرای شرکت اکسیر صنعت آبادان، کارگران پتروشیمی گچساران، نیروهای شرکت پناه صنعت پتروشیمی لردگان، نیروهای اکسیر صنعت فاز 14 پارس جنوبی، کارگران کیان عسلویه، نیروهای هخامنش نوروزی و زرادخانه یزد، شرکت سازپاد پتروشیمی بوشهر، پتروپالایش سایت 3 کنگان، پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر، کارگران پتروشیمی صدف در فاز 2 عسلویه، شرکت آذرفلز شیراز، کارگران شرکت آی جی سی دهلوران، کارگران پروژه شرکت پارس کیهان، پتروشیمی آپادانای عسلویه. حالا چند تا فیلم از این اعتصابا ببینیم و برگردیم. نیروهای کلاسی رو تارازی یه بود میگفت اعتراضا سرکوب و تموم شده. هشتگ تازه اول بازیه. جزیره 190 هزار دلاری اسکاتلند یا خونه تو ترکیه. حالا این وسط ها یه خبر جالبم بگیم. به گزارش خبرگزاری CNN، جزیره بارلوکو که یکی از جزایر کشور اسکاتلنده به قیمت پیشنهادی 190 هزار دلار در لیست فروش املاک و اراضی قرار گرفته. این منطقه به دلیل داشتن گونه‌های نادر جانوری و گیاهی اهمیت ویژه‌ای برای زیست شناسا و فعالین محیط زیست داره و پناهگاهی برای انواع حیوانات از جمله مرغ‌های دریایی بزرگ پشت سیاهه. گیاهان کمیابی هم مثل استقدوس دریایی و ارکیده معطر تو این جزیره رشد می‌کنن. این در حالیه که تو کشور ترکیه با این پول میشه فقط یه آپارتمان دو خوابه تو استانبول یا ازمیر خرید. ولی به دلیل سیاست‌های غلط حکومت ایران، چه از لحاظ اقتصادی و چه امنیتی و آسایش مردم، ایرانیان متاسفانه در طی 10 سال اخیر اغلب در صدر فهرست خریداران ملک در ترکیه بودن. یعنی هر ساله میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج میشه تا مردمی که تمکن مالی دارن از ایران به ترکیه مهاجرت کنن. ولی خدایی اگه پول دارین بگردین تو جاهای مختلف دنیا، از این جزیره مزیره‌های نقلی زیاده، بخرین واسه خودتون بهشت درست کنین. امیدواریم حکومت ایران زودتر سقط بشه که دیگه کسی از ناچاری مهاجرت نکنه. هیچ جا وطن خود آدم نمیشه، حتی یه جزیره خصوصی. هشتگ پدر قربت بسوزه. خب عزیزای دل، این بسته خبری هم تموم شد. حتما برامون کامنت بذارین، چون ما به عشق شما کار میکنیم. پس ما رو به دوستای خودتون معرفی کنین. تا خبرای بعدی، بدرود.